برنامه ظرفیت سازی نتیجه بخش یا CBR به هدف اصلاحات اداری، ظرفیت سازی بشری در نهادهای دولتی و اصلاحات در ساختار نهادهای دولتی بیش از 4 سال پیش آغاز شد و قرار بود با عملی شدن این برنامه حکومت افغانستان به ظرفیت های لازم در مصرف بودجه و کمک های جامعه جهانی آماده شد. اما گفته می شود که اکنون این برنامه وسیله برای گزینش وابستگان مقام های دولتی در مقام های بلند با تنخواهای هنگفت مبادر شده است. در بعضی از وزارتخانه ها ما شاهد هستیم زمانی که وزیر آمده عده افراد با خود آورده در پست ها گماشته و بعدا او CBR شده. از سوی شماره از کارمندان برکنار شده نهادهای دولتی عملی شدن غیر معیاری برنامه ظرفیت سازی CBR را در کشور منشأ فساد اداری و دسترسی مافیای اداری به امتیازات بهتر در نهادهای دولتی می داند. هیچ گونه جایگاه حقوقی برای برنامه CBR که متاسفانه در اختیار مافیای اداری یا غاصبین اداری قرار گرفت وجود نداره. هدف کمک کنندگان برای عملی ساختن برنامه ظرفیت سازی نتیجه بخش CBR در افغانستان بر بنیاد پیشنهاد حکومت افغانستان در نشست کابل صورت گرفت تا از این را زمینه مصرف کمک های بیشتر جامعه جهانی از بودجه دولت صورت گرفت. هر کسی که در لیدرشپ یک وزارت قرار داره فقط به اساس ظرفیت باید جذب بکنن، به اساس بک‌گراند مثبت یک شخص باید جذب بکنن. شاید کسایی باشن که بک‌گراند خوبی نداشته باشن اما ظرفیت بلند داشته باشن، پس فکر میکنم که باز تعهد خوبی نخواد داشتن به این سیستم. اما مسئولان برنامه CBR هرچند کندی کار در عملی شدن این برنامه را به انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت سیاسی کشور پیوند میدهند، اما میگویند که از آغاز این برنامه دستاوردهای بزرگی داشتند. موضوعات از اینکه یک طرفداری یا جانبدارایی صورت بگیرد این کارا متاسفانه این مشکلات ما داریم، ولی کاری که اخیراً تعهد سیاسی بسیار بلنده که به سطح رئیس جمهور و اعضای محترم کابینه صورت گرفته برای ما بسیار زیاد اطمینان بلند داده که از این چیزا جلوگیری خواهد شد. زمان برای نهایی شدن برنامه ظرفیت سازی CBR در کشور پایان سال 2017 میلادی تعیین شده است و قرار است حکومت وحدت ملی در نشست بروکسل برای تمدید این برنامه تا سال 2021 میلادی به کمک کنندگان پیشنهاد دهد. هدف برای تکمیل این برنامه تا سال 2017 میلادی گزینش 2400 کارمند است که ظرفیت های لازم داشته باشند. اما اکنون با گذشت بیش از 4 سال تنها 200 کارمند در چارچوب این برنامه استخدام شدند.